سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما. تعداد زیادی افراد باهوش دور بر ما وجود دارن، اما باهوش بودنشون رو جار نمیزنن. این به ذات اونها برمیگرده که تلاش میکنن زندگیشون رو بدون جلب توجه دیگران بگذرونن. اما این افراد غالباً تمایل دارن کاملاً فردی متوسط به نظر برسن. شما هم ممکنه همین طور باشید. نشونه های ارائه شده در اینجا بیان میکنه شاید شما فرد باهوشی باشید بدون اون که این ویژگی رو بروز بدید. در این برنامه با ما همراه باشید تا 10 نشانه که میگن شما باهوش هستید اما خودتون خبر ندارید رو با هم بررسی کنیم. قبل از هر چیز، اگر تازه به کانال ما پیوستید حتما ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از برنامه های جدید ما جان نمونید. شب زنده دار هستید. تحقیقات اخیر نشون میده افرادی که ترجیح میدن تا دیر وقت بیدار بمونن و بهترین کارهای خودشون رو در شب انجام بدن، به طور میانگین از ضریب هوشی بالاتری نسبت به افراد سحرخیز، یعنی افرادی که در صبحگاه کارهای خودشون رو انجام میدن، برخوردارن. دقت کنید که بیدار موندن تا دیر وقت مغز شما رو به شکل جادویی باهوشتر نمی‌کنه. بلکه واقعیت اینه که افراد باهوشتر در طول شب بیشتر به کار فکر می‌کنن و در حین کار به خواب میرن. مثلا در حالی که همه دوستانتون سریع به خواب میرن، شما برای کسب اطلاعات بیشتر در اینترنت جستجو می‌کنید و مطالعه می‌کنید، چیز جدیدی یاد می‌گیرید و به تکمیل پروژه‌های مختلف مشغولید. نسبتاً ساکت هستید. ممکنه تصورات غلطی درباره افراد ساکت داشته باشید که به عنوان درونگرا، مردم گریز یا لقب‌های این چنینی نامیده میشن. افراد بسیار هوشمند اغلب از حرف زدن زیاد دوری میکنن. اونها مقداری از زمان خودشون رو برای تفکر درباره اون چه گفته شده میگذارن و پاسخ‌های مناسب رو آماده میکنن. اونها ساکت بودن رو بهتر از گفتن سخن بیهوده میدونن. البته دقت کنید که همه ی افراد ساکت هم لزوماً باهوش نیستن. با مشکلات خودتون رو در رو میشید. ممکنه خودتون رو در مواجهه با مشکلات مختلفی ببینید، اما فرد باهوش اجازه نمیده که مشکلات زندگیش رو تحت شعاع قرار بده. فرد باهوش میدونه چجوری مشکلات رو اولویت‌مندی کنه و به اونها درست زمان بروزشون قبل از اینکه از کنترل خارج بشن رسیدگی کنه. اگر فردی هستید که با مشکلات روبرو میشید، از چالش‌ها استقبال میکنید و همیشه در مرز منطقه آرامش خودتون حرکت میکنید، این احتمال زیاده که فردی باهوش باشید. با افراد باهوش و خلاق در ارتباط هستید. شرکتی که در اون کار میکنید بازتاب خوبی از اینه که چگونه فردی هستید. افراد باهوش و خلاق تمایل دارن با افرادی مثل خودشون کار کنن. البته برخی استثناءات هم وجود داره، اما اگر حدود 80% از افرادی که با اونها در ارتباط هستید باهوش باشن، احتمالاً شما هم فرد باهوشی هستید. کمالگرا هستید. افراد باهوش همیشه در جستجوی کمال هستند. بنابراین هر دفعه که اونها رو میبینید میتونید پیشرفت‌های خیلی کوچیکی در اونها مشاهده کنید. اونها همیشه اندکی با دفعه قبل تفاوت دارن. این کمالگرایی در همه جنبه‌های زندگی، از تلاش برای مهارت در سخنگویی گرفته تا صرف زمان برای تمرین موسیقی یا تکمیل یک پروژه بروز می‌کنه. نقد کننده خودتون هستید. خودشیفته های زیادی وجود دارن که برخی اوقات به خودشون و دیگران درباره این که چجوری در موردی خاص خوب عمل میکنن دروغ میگن. بنابراین اگر میبینید فردی خود منتقده و انتقاد رو میپذیره، ممکنه برای شما جالب باشه. توانایی شما برای پذیرش خطاهای خودتون و تلاش برای تصحیح اونها نشون دهنده باهوش بودن شماست. تمایل دارید مطلع و به روز باشید.
افراد باهوش علاقه دارن تا خودشون رو با آخرین پیشرفت‌ها در حوزه‌های مختلف بروز کنن و همیشه تلاش می‌کنن تا پیشرفت کنن. یک فرد باهوش تلاش می‌کنه تا موضوعاتی رو که مستقیماً به زندگیش مربوطه یا به اونها علاقه داره یاد بگیره. جمع‌آوری اطلاعات، یادگیری موارد جدید و توسعه مهارت‌های مفید روش زندگی افراد هوشمنده. دائما با پروژه‌ها و کارهای متفاوت زیادی مشغول هستن. مشغول به کار بودنتون نشون دهنده خوبی از هوشمند بودن شماست. افراد باهوش همیشه تعدادی پروژه دارن که روی اون کار میکنن. اونها احتمالاً زبان انگلیسی خودشون رو بهبود میبخشن، سعی میکنن با تکنولوژی‌های روز آشنا بشن، در حال کنجکاوی در مورد دنیای اطرافشون هستن، تعدادی از دستورالعمل‌های جدید آشپزی رو در آشپزخونه امتحان می‌کنن یا کتابی درباره موضوع مورد علاقه‌شون می‌خونن یا حتی می‌نویسن. افراد باهوش وقت آزاد خودشون رو با فعالیت‌هایی می‌گذرونن که به بهبود تواناییشون در حوزه‌های دیگه کمک می‌کنه. فعالانه گوش می‌دید. هنگام گفتگو با دیگران، فرد باهوش برای قطع کردن حرف طرف مقابل و صحبت کردن‌های طولانی تمایل یا تلاشی نمی‌کنه. اونها واقعاً ساکت می‌شینن و به اون چه گفته میشه گوش میدن تا بتونن به این گفته‌ها فکر کنن. اگر اونها چیزی بپرسن، حقیقتاً به گفتگو جهت میده. اونها واقعاً توصیه‌های مفیدی ارائه میدن یا حتی با روش خودشون شما رو به سوی نتایج صحیحی سوق میدن. اگر دوستان شما از صحبت با شما لذت میبرن و به شما میگن که مستمع خوبی هستید، شما احتمالاً یک دوست خوب و البته فرد باهوشی هستید. توهم باهوش بودن ندارید. به دلیل چیزی که اثر دانینگ-کروگر نامیده شده، افرادی که شایستگی های اندکی دارن تمایل دارن درباره توانایی هاشون غلو کنن، در حالی که افراد با صلاحیت بالا تمایل به دست کم گرفتن خودشون دارن. حقیقتاً این موضوع به این معنیه که هرچه هوشمندتر و ماهرتر باشید، بیشتر متوجه میشید که چه فضایی برای بهبود وجود داره و شما از دانش یا سطح مهارت فعلی خودتون رضایت ندارید. این نشونه ای از افراد فوق‌العاده باهوشه که فردی عادی به نظر برسن. اونها هوش خودشون رو با افتخار به همراه دارن، اما با اون خودنمایی نمی کنن. در اطراف همه ما افراد زیادی وجود دارن که شاید ما اطلاعی در مورد هوش ذاتی اونها نداشته باشیم، ولی در جامعه بیشتر مردم افرادی رو که ثروتمندن افرادی باهوش می دونن. به نظر شما هم افراد ثروتمند افراد باهوشی هستن یا نه؟ و چرا؟ نظرات و پیشنهاداتتون رو در کامنت ها برامون بنویسید. ما همیشه منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم. یادتون باشه، اون چه انسان رو دانشمند میکنه، مطالبی نیست که میخونه، بلکه چیزهایی که یاد میگیره. پیروز و سربلند باشید.